ریک سیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید حال که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی حمله به خاک آمریکا در گوام را به تعویق انداخته است واشنگتن آماده گفتگو با آن کشور است با این حال آمریکا توقف برنامه های اتمی و موشکی کره شمالی را پیش شرط هر گونه مذاکره نایک چینگ خبرنگار صدای آمریکا در وزارت خارجه این کشور جزئیات بیشتری دارد افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی با تصمیم رهبر کره شمالی که از حمله موشکی به خاک آمریکا فعلا منصرف شده است به حالت تعلیق درآمده وزیر خارجه آمریکا گفت گام بعدی در کاهش تنش به کیم جونگ اون بستگی دارد ما همچنان مایل به یافتن راهی برای گفتگو هستیم اما این به او بستگی دارد با این حال آمریکا میگوید قبل از هر مذاکره ای برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره پیونگیانگ باید آزمایش موشک های بالستیک و برنامه اتمی خود را متوقف کند هدر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر این خواست واشنگتن تاکید گذاشته است کره شمالی باید گام های بسیار جدی بردارد و نشان دهد برای غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره جدی است وقفه در تنش بین واشنگتن و پیونگیانگ به معنای کنار رفتن گزینه نظامی از سوی آمریکا نیست. جیم ماتیس میگوید اگر کره شمالی دست به حمله به خاک آمریکا بزند، واشنگتن برای دفاع از خود آمادگی دارد. آدمیرال جیمز استابریدیس فرمانده پیشین ناتو نقش چین در مهار برنامه اتمی کره شمالی را تعیین کننده توصیف می کند. دلیل آن به سادگی پول است. چین 90 تا 95 درصد اقتصاد کره شمالی را کنترل می کند. مرز خاکی با آن کشور دارد. چین می تواند آبهای اقیانوس و دریا در اطراف کره شمالی را کنترل کند. چین می تواند کره شمالی را در جا تعطیل کند. واشنگتن شاهد تغییر تدریجی رفتار چین در قبال کره شمالی بوده است. پکن اخیرا به همراه تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به قدنامه تحریم های بیشتر علیه کره شمالی رأی مثبت داد. ای که گویای حرکت چین در مسیر درست است.